جناب آقای دکتر حسین اترک دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مجان هستند. تحصیلات ایشان دکترای فلسفه تطبیقی از دانشگاه قم هست. ایشان دوره مدیر گروه فلسفه دانشگاه زنجان بودند. هنوز دانشگاه زنجان؟ آقای دکتر صدای منو دارید؟ بله بله صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه یه مقدار. مدیر گروه شما دانشگاه صدای من زنجان رو بله من صدای شما رو دارم. صدای من خوب هستش؟ بله بله صدای شما بسیار رسا خوب و عالی است. بله. از کتاب های آقای دکتر میتونم به کتاب وظیفه گرایی اخلاقی کانت و نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی اشاره بکنم. با آقای دکتر همراه میشیم در باره چیستی سرقت علمی و راهکارهای مقابله با اون. آقای دکتر در خدمتتون هست. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. متشکر از شما و دوستان عزیز. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه شرکت دارن. امیدوارم که بحثی که داریم برای عزیزان مفید باشه. خب همونطور که میدونید بحث ما ماهیت و چیستی سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن هست. بنده بحثم رو توی سه بخش تقدیم میکنم. بحث اول چیستی سرقت علمی تعریفش هست. در بخش دوم اشکال سرقت علمی صورتهای مختلفش رو بیان میکنم و در ضمن همین که اشکال مختلف بیان میشه راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به پیشگیری از سرقت علمی هم بیان خواهد شد. و در قسمت سوم بحث سلف پلیجریزم یا سرقت علمی از خود هست که این بحث هم برای اساتید هیئت علمی و دانشجویانی که قصد دارن مقالات متعددی چاپ کنن به نظرم ضروری هستش. لذا بحثم رو در این سه قسمت تقدیم عزیزان میکنم. مطلع شدم که آقای دکتر اسلامی چند وقت پیش هم یک سخنرانی به همین شکل در برای انجمن اخلاق در علوم فناوری داشتن که بحثشون سرقت علمی بود. خب ایشون استاد بنده هم هستن و یادم هست که سال 93 ایشون رو دعوت کردیم برای دانشگاه زنجان. سخنرانی خیلی عالی داشتن، خیلی استقبال شد و همون هم برای بنده انگیزه شد که روی این موضوع کار بکنم. من سعی میکنم که صحبتهایی که میکنم همپوشانی کمتری داشته باشه با اون مباحث که تکراری نباشه برای عزیزان. بیشتر من میرم روی مصادیق سرقت علمی و جزئیات بحث. بحث اول در مورد اهمیت سرقت علمی هست که خب عزیزان میدونن اهمیتش رو. فقط یکی دو نکته عرض میکنم اینجا. در سال 2016 58 از مقالات متعلق به اساتید ایرانی محققین و صاحبان مقاله که در نشریه اشپرینگر نیچر چاپ شده بود اینها معلق شدند، تعلیق شدند به خاطر اتهام سرقت علمی که این 58 مقاله متعلق به 282 تا محقق بود که خب مشترک بوده بعضی از مقالات. و همچنین در نشریه اشپرینگر جورنالز آف میکانیکال ساینس اند تکنولوژی مقاله آقای دکتر کامران دانشجو وزیر علوم دوره احمدی نژاد و همچنین آقای کردان باز معلق شد به خاطر بحث سرقت علمی و اینا خوب یه مقدار رچه ایران رو در سطح بین المللی خراب میکنه. یک اشاره ای هم خواستم بکنم به قانون مجازات اسلامی و عواقب و مجازاتی که برای سرقت علمی در نظر گرفته شده. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی 2 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای برخی از صورت‌های سرقت علمی قانونگذار در نظر گرفته. در ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان آمده که هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا آلمن و آمدن به نام شخص دیگری غیر از خود پدید آورنده نشر کند حبس تعدیبی از 6 ماه تا 3 سال ممکنه داشته باشه.
چاپ و نشر ترجمه دیگری به نام خود. مثلا کسی کتابی نوشته، ما اون رو بدون اجازه ترجمه کنیم به اسم خودمون، به عنوان یک کتاب تألیفی منتشر کنیم، این هم بین 3 ماه تا 1 سال میتونه محکومیت حبس داشته باشه. همین چند تا نکته به نظرم برای اهمیت این بحث. خب بحث محرومیت از مدرک و همچنین اون اعتبار علمی، اگر شخص مثلا دفاع کرده، دکتری گرفته، اینها هم هست. مجازات هایی که میتونه کمیته اخلاق در پژوهش هر دانشگاه برای دانشجوان یا اعضای هیئت علمی خودش در نظر بگیره. این برای قسمت اهمیت پژوهش به نظرم همین کافی هست. بنده میرم سراغ تعریف سرقت علمی، پلیجریزم. خب انگلیسیش پلیجریزم هست، از ریشه لاتینی پلیجروس گرفته شده. پلیجروس به معنای سرقت بچه، دزدی بچه یا کیدنپ، بچه دزدی گفته میشد. در گذشته مثلا بوده که دزدان دریاری وقتی میرفتن در سواحل بنادر توقف میکردن، بعد از اینکه حالا آذوقه اینها تهیه میکردن، بچه هایی که مثلا بی سرپرست بودن یا در کوچه و برزن محل بازی میکردن، اینها رو میدزدیدن و با کشتی های خودشون میبردن، به عنوان کارگر ازشون استفاده میکردن. واژه پلیجروس ریشش برای بچه دزدی به این معنا رفته و بعدن خب استفاده شده برای سرقت علمی، که خب به اون علت هم واژه سرقت علمی به کار رفته. یک بچه تشابه‌هایی هم هست که مثلا میشه گفت آثار و مقالات علمی هر کس مثل بچه های خودش هست، چون رابطه خلق و ایجاد هست. نمیشه شخصی مثلا به هیچ وقت، وقتی پدر یک بچه هست، نمیتونه بگه که ساقط کنه این و این رابطه رو انکار کنه یا ثابت کنه، بگه آقا این بچه دیگه بچه من نیست، غیر ممکنه. اینها رابطه تکوینی هست، تولیدی هست. به همین شکل تو بحث مقالات علمی هم یک شخص مثلا نمیتونه مقاله خودش رو ببخشه به شخص دیگه‌ای و بگه که مثلا تو بیا مقاله من رو به اسم خودت با اجازه خودم چاپ بکن. همانطور که انسان نمیتونه بچه خودش رو به دیگری ببخشه، مقالات علمی و آثار علمی خودش هم نمیتونه به دیگران اهدا بکنه. این حالا ترجمه پلیجریزم در ادبیات فارسی، ترجمه های متعددی هست: سرقت علمی، دزدی علمی، سرقت ادبی، دزدی ادبی، دستبرد علمی، دستبرد دانشگاهی، تقلب محتوایی، تقلب علمی. و یک واژه خوب معادل عربی هم هست که انتحال هست، یعنی به خود بستن آثار دیگران، که ریشش خب به سرقت و اینها ربطی نداره، ریشش همون انتحال به خود نسبت دادن چیزیه که متعلق به دیگران است. حالا بنده هم یک معادلی به ذهنم رسید، علم ربایی به جای سرقت علمی. از این واژه هم میتونیم استفاده کنیم. علم ربایی هم علم ربا یا علم رباینده میتونه به عنوان مشتق ازش استفاده بشه و نسبت به واژه سرقت علم ادبی یا سرقت علمی، خب این تکواژه میتونه محسوب بشه، علم ربا یا علم ربایی. لذا من به جای سرقت علمی از علم ربایی استفاده میکنم از این واژه. تعریف علم ربایی یا سرقت علمی، 2 تا تعریف به نظرم مهم و رایج که در اکثر تعاریف و منابع ذکر شده این هست. تعریف اول، به خود نسبت دادن آثار علمی و فکری دیگران. یعنی شخص کاری بکنه که اثر علمی یا فکری، محصول علمی یا فکری دیگران رو کاری بکنه که به خودش نسبت داده بشه و لازم نیست حتما آگاهانه باشه. ممکنه این به خود نسبت دادن آثار دیگران به شکل ناآگاهانه صورت گرفته باشه. حالا بحث خواهیم کرد که قصد عام دخالتی در ماهیت سرقت علمی ایجاد نمی کنه. تعریف دوم، به کار بستن اثر دیگران بدون ارجاع مناسب هست. ما از آثار علمی دیگران، از مقالات، کتاب‌ها یا ایده های دیگران استفاده بکنیم، از روش علمیشون، بدون اینکه ارجاع صحیح و مناسبی بدیم. این تعبیر ارجاع مناسب خیلی مهم هست و این رو توضیح خواهیم داد که خیلی از سرقت های علمی ناآگاهانه و غیر عمدی از اینجا پدید میاد که شخص ارجاع مناسب
نمیده. به اصطلاح معادل انگلیسیش inappropriate citation هست. این که از نظر اخلاقی چرا سرقت علمی نادرسته، خب کاملا واضح و روشن هست. مصداق دروغگویی، جعل و فریب دیگران هست. ممکنه شخص از این طریق درآمدهای نامناسبی کسب کنه که مشروع نیست و حقش نیست، کسب رتبه دانشگاهی داشته باشه از این طریق، و یک سری پیامدهای اجتماعی هم میتونه داشته باشه، مثل اینکه مثلا جامعه آماری کشور رو دچار اشتباه بکنه، مثلا وزارت علوم آمار بده که ما در فلان سال مثلا 2000 تا مقاله، 5000 تا مقاله علمی داشتیم، در صورتی که این واقعیتش اینه که مثلا 10% از اینها سرقت علمی بوده از این مثلا. لذا این باعث میشه که جامعه آماری هم دچار یک سری اشتباهاتی از این دست میشه. موضوع علم ربایی یا سرقت علمی چی هست؟ یعنی چه چیزهایی میتونه متعلق به علم ربایی قرار بگیره؟ موضوع عام هست، میتونه یک نوشته باشه مثل کتاب، مقاله، میتونه یک شعر باشه، میتونه یک آهنگ باشه، میتونه یک سند آزمایش باشه، طرح یا روش پژوهشی، نتایج یک طرح پژوهشی باشه، میتونه یک برنامه کامپیوتری باشه، و هر چیزی که تحت عنوان محصول فکری قرار بگیره میتونه متعلق سرقت علمی قرار بگیره. اجزای ماهوی علم ربایی چی هستش؟ یعنی چه چیزهایی در شکل گرفتن علم ربایی یا سرقت علمی نقش مهمی رو بازی میکنن و جزء مؤلفه های تشکیل دهنده این عمل هستن؟ به خود نسبت دادن اثر دیگری که میشه گفت تمام ماهیتشه. ولی این به خود نسبت دادن چرا صورت میگیره؟ به خاطر اینکه ارجاع مناسبی داده نمیشه. لذا میتونیم مؤلفه دومش رو به کار بردن آثار دیگران بدون ارجاع مناسب ذکر بکنیم. کمیته رفتار دانشگاهی کالج هنر و علوم دانشگاه واشنگتن در تعریف علم ربایی گفته که به کار بردن کلمات و ایده های دیگران بدون ارجاع مناسب. تو این تعریف کلمات و ایده ها به عنوان موضوع علم ربایی ذکر شده. یعنی یک کلمه هم میتونه مصداق سرقت علمی باشه. یک ایده و فکر، اندیشه که جایی ثبت نشده ولی شما از کسی دیگه گرفتید، این هم میتونه مصداق سرقت علمی باشه. در این تعریف یک تاکید بر جزئیات شده، به کار بردن کلمات و ایده های دیگران بدون ارجاع مناسب قسمت دوم تعریف هست که نشون میده علت رخ دادن این پدیده عدم ارجاع مناسب هست. قصد عمد جز مؤلفه های ماهوی علم ربایی نیست. یعنی شخص اگر مرتکب سرقت علمی بشه، متهم بشه و ادعا کنه که من عالمانه این کار رو نکردم، قصد عمد نداشتم، ادعای ایشون به اصطلاح مسموع نیست و تفاوت چندانی در اصل عمل ایجاد نمی کنه. اذا قصد عمد دخالتی در ماهیت سرقت علمی نداره. به همین جهت مسئله مهمتر میشه، چون خیلی وقتا افراد و دانشجویان مخصوصا ناآگاهانه بدون داشتن قصد عمد مرتکب سرقت علمی میشه. میریم قسمت دوم، انواع علم ربایی، اشکال مختلفش. علم ربایی رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم: علم ربایی بدون ارجاع مناسب، علم ربایی با وجود ارجاع. در حالت اول شخص هیچ گونه ارجاعی به منابع مورد استفادهش نمیده، ولی در حالت دوم با وجود اینکه ارجاع هم داده، ذکر کرده منابع اصلی خودش رو، ولی چون ارجاع مناسب نبوده، به شکل صحیح نبوده، باز میتونه مصداق سرقت علمی باشه. حالت اول انواعی که ذیل علم ربایی بدون ارجاع قرار میگیره، علم ربایی متن هست که تکست پلیجاریزم عنوان میشه، که شما یک متنی رو از دیگران استفاده میکنید. این متن میتونه مقاله باشه، میتونه چند صفحه از کتاب باشه، میتونه کلی کتاب یا مقاله باشه، که این هم باز ذیل خودش اقسام و زیرمجموعه هایی داره. علم ربایی به اصطلاح کپی پیست پلیجریزم گفته میشه، یعنی شخص میاد کپی پیست میکنه، که ساده ترین شکل علم ربایی هست و معمولا در بین دانشجویان کارشناسی ارشد که
یه تحقیق کلاسی داده میشه، یا خب پایان نامه های ارشد این خیلی مشاهده میشه که دانشجو کپی پیست میکنه از مقالات، سایت ها و کتاب های مختلف. خب این مصداق بارز سرعت علمی هست. استفاده از منابع هیچ اشکالی نداره، بخش عمده ای از هر تحقیقی استفاده از منابع دیگران هست، ولی این استفاده باید به شکل صحیح باشه. شکل صحیح اینه که مثلا اگر لفظ به لفظ اون کتاب و اون متن رو داریم استفاده میکنیم، این میشه نقل قول مستقیم، و نقل قول مستقیم باید حتما داخل گیومه باشه، از دو طرف توچین بشه و در انتهای مطلب ارجاع داده بشه، آدرس ذکر بشه با صفحه و سال نشر و نام مؤلف و اینها. اگر به این شکل باشه هیچ اشکالی نداره، علم ربایی محسوب نمیشه. ولی اشکال اونجاست که شما از مقالات و آثار علمی دیگران استفاده کنید، ارجاع ندید، یا ارجاعتون مناسب نباشه. یعنی شما اومدید کپی پیست کردید مطلب و خب کپی پیست میشه نقل قول مستقیم، در بهترین حالت که بگیم شما قصد دزدی نداشتید. نقل قول مستقیم باید همون شرایطش که گفتم حتما رعایت بشه. علم روای متن میشه کل یک متن رو شخص بدزده یا بخشی از متن. کل متن مثل حالتهای مختلفش، مثلا یک نفر دست نوشته داشته، خودش موفق به نشرش نشده، شخصی دسترسی پیدا میکنه به این دست نوشته، به فایل وردش و چاپ میکنه به اسم خودش. یا حالت دیگه مثل این که پایان نامه پول داده میشه بیرون، کسی برای شخص مینویسه و میاد به عنوان اثر خودش، به عنوان پایان نامه خودش در دانشگاه دفاع میکنه. خب این کل کار متعلق به کسی دیگه ای هست. حالت سومش ترجمه ها هست. یعنی گاهی اوقات دیده شده که شخص یک کتاب که به زبان انگلیسی هست یا زبانهای دیگه زبان اصلیش، آمده این رو ترجمه کرده ولی به شکل کتاب تألیفی منتشر کرده. یعنی اصلا اشاره نکرده که این کتاب ترجمه هست، مؤلف اصلی و زبان اصلیش این بوده و من این رو ترجمه کردم. نه، به همون شکل کتاب رو ترجمه کرده با همون منابعش که مؤلف اصلی ارجاع داده، همونها رو آورده و یک کتاب ترجمه رو به جای تألیف جا زده. این هم مصداق دیگه از دزدی کل یک اثر میتونه باشه. توی پایان‌نامه‌های دانشجویی هم این توی مقالات دیده میشه، مثلا یک مقاله رو کاملا کپی پیست کرده دانشجو در پایان‌نامه خودش. اما علم ربایی بخشی از یک متن، این هم سه حالت داره. این هست که مثلا چند پاراگراف یا چند صفحه از یک مقاله و کتاب کپی پیست میشه بدون ارجاع، اصلا به منبع اصلی ارجاع داده نمیشه، اون مؤلف اصلی مقاله و کتاب. اینو میگن رونویسی، ولی محدود هست، یه پاراگراف، چند پاراگراف، چند صفحه. حالت دوم پوتلاک پیپر یا پچ ورک پیپر گفته میشه، یعنی حالا ترجمهش میتونیم بگیم کلاژ کردن، سرقت علمی از نوع کلاژ. کلاژ به این میگن که شما مثلا یک تابلو از این نوع هست، میایید تصاویری از کتاب‌های مختلف، تکست‌هایی از کتاب‌های مختلف میبرید و در اون اثر تابلو خودتون به کار میبرید. اینجا هم شخص همین کار رو کرده، اومده گزینش کرده پاراگراف‌های مختلف از منابع مختلف، مثلا 10 تا مقاله رو دیده، از هر کدوم یه پاراگراف، چند پاراگراف رو اومده برداشته، عیناً در مقاله خودش یا پایان‌نامه خودش استفاده کرده. تنها کاری کرده این هست که اینها رو پشت سر هم یک نظم منطقی داده که مطالب اونایی که مثلا ذیل مقدمه میتونه گنجوده بشه اینجا قرار داده، بدنه اصلی، یک ترتیبی صرفاً بین مطالب ایجاد کرده. این رو میگیم وصل دوزی یا کلاژ کردن. اصل کار متعلق به دیگرانه، ایشون فقط در این حد زحمت کشیده که اینا رو به هم چسبونده. حالت پیشرفته ترش پور دیسگایز گفته میشه، یعنی استتاره ضعیف، علم ربایی از نوع استتاره ضعیف. یعنی شخص اومده پاراگراف ها رو دزدیده مثل حالت کلاژ، ولی یه کاری که کرده این هست که یک چند وسطاش یک عبارت هایی هم از خودش به عنوان وصل کننده پاراگراف ها به هم اضافه کرده، یا اینکه مثلا سطر اول پاراگراف ها رو یه تغییر جزئی داده، چون مثلا میدونسته که موقع
تحقیق در مورد اینکه این اثر سرقت علمی داره یا نداره، اساتید مثلا معمولا میان سطر اول یا سطر آخر پاراگراف رو در گوگل میزنن، سرچ میکنن، اگه مشابهش باشه میفهمن که بله این سرقت بوده. این رو چون میدونه میاد سطر اول و سطر آخر رو تغییر میده، تیترها رو یه تغییر جزئی میده، ولی کلیت اثر و محتوای اصلی و اکثر عبارات و پاراگراف ها از دیگران هست. این هم استتار ضعیف گفته میشه. یک حالت دیگه هم که هست که استتار خیلی قوی هست که این کشفش توسط نرم افزارهایی که مشابه یاب هست یا حالا به زبان فارسی هم وجود داره، توسط اینها مشکل میشه، چون این نرم افزارها بر اساس صرفاً الفاظ سرچ میکنن. شما اگه کسی بیاد الفاظ رو تغییر بده و خودش بیاد اون محتوا رو با عبارات خودش بنویسه، این نرم افزارها شاید نتونن به خوبی تشخیص بدن سرقت رو. لذا این شخص این هنر رو داره که مثلا یک مقاله کامل از یک شخص رو دیگری رو میگیره و شروع میکنه صرفاً به پارافریز کردن، تغییر پاراگراف ها و عبارات، همون مطالب رو میاره ولی با عبارات خودش و ارجاع به منابع اصلی میده، نه اینکه خب خودش فقط داره یک مقاله رو میدوزه دیگه، اگه بخواد درست ارجاع بده باید تمامی مقاله و کتاب پایان‌نامه خودش رو به اون یه دونه اثر ارجاع بده، ولی این کارو نمیکنه. منابع اصلی که در مقاله اصلی وجود داره رو حفظ میکنه، فقط عبارات رو تغییر میده تا به واسطه مشابهت یاب‌ها یا جستجوهای ساده گیر نیفته. این هم علم ربایی با استتار قوی میشه گفت. خب شخصی که این توانایی رو داره توصیه میشه به جای اینکه این کار رو بکنه دست به تحقیق بزنه. حالت دیگه از تکست پلیجریزم علم ربایی کلمات و استعارات و تشبیهات هست. همونطوری که گفتیم گاهن میتونه علم ربایی مصداقش یک واژه و کلمه باشه، که بعضی از واژگان هستن که مخصوصا تو ترجمه ها که واژه انگلیسی هست اصالتا، معادل فارسی روشنی نداره و محققین و مترجمین هر کدوم یک اصطلاح و معادل خاصی رو براش در نظر گرفتن. خب معادل یابی برای واژگان انگلیسی و غربی یک هنره، یعنی یک واژه معادل خوبی در فارسی بتونیم پیدا کنیم که اون معنا و محتوای اون واژه در اون فرهنگ غربی رو به روشنی نشون بده، این خودش یک هنره. خب بعضی اوقات محققین مترجمه این هنر رو دارن، یک واژه انگلیسی رو معادل خوبی براش پیدا میکنن، این خب انتظار میره که شخص بعدی که میاد اون اصطلاح کلیدی رو و اون معادل فارسی رو استفاده میکنه حتما ارجاع بده در پاورقی داخل گیومه بذاره و بگه که آقا این اصطلاح به این شکل اختراع من نیست، این رو فلان مترجم در کتابش اختراع کرده این معادل رو و من استفاده کردم. مثال میذارم، مثلا تو فلسفه اخلاق مثلا act utilitarianism یا rule utilitarianism انواع سودگرایی هست. خود یوتیلیتاریانیسم این که ما سودگرایی ترجمه کنیم، فایده گرایی ترجمه کنیم، منفعت گرایی ترجمه کنیم، خب این خودش محل بحثه، ترجمه ها مختلفه، ولی مثلا act utilitarianism مثلا آقای هادی صادقی در کتاب فلسفه اخلاق که کتاب فرانکنهار رو ترجمه کرده و ویراستارش هم آقای ملکیان بودن، ایشون معادل act utilitarianism رو گذاشتن سودگرایی عملنگر و به نظر من ترجمه خیلی خوبی هست. خب این رو میتونیم بگیم ایشون مثلا برای اولین بار این ترجمه رو استفاده کردن و اشخاص دیگه‌ای که بعدن استفاده میکنن در پاورقی یک دویا داخل گیومه بذارن مشخص بشه که این مثلا نقل قول هست و استفاده از دیگران هست. این جور واژه‌ها که خاص هست و ما از دیگران استفاده میکنیم بهتره که ارجاع داده بشه. علم ربایی کلمات یا تشبیهات و استعارات، این حالا تو رشته ادبیات شاید بیشتر کار مورد داشته باشه که خود تشبیهات گاهی اوقات مختلف داره، یعنی یک شخصی، یک شاعری، یک ادیبی اومده یک تشبیهی برای یک معنای اختراع کرده، یک استعاره بسیار زیبایی برای یک معنای عاطفی اختراع کرده که اون استعاره و تشبیه قبل از ایشون سابقه نداشته. خب اشخاص دیگه‌ای که میان اون تشبیه و استعاره رو استفاده میکنن باید
ارجاع بدن به اون شخصی که برای اولین بار این کار رو کرده. این پس انواع علم ربایی نوع اولش بود که خدمتون گفتم تکست پلگیجریزم شامل همه اینها میشه. یه نکته ای رو اینجا باید تذکر بدم به اساتید محترم راهنما و مشاور در پایان نامه ها، گاهن مشاهده میشه که دانشجو چون ضعیف هست و زیاد توان قلم فرسایی و نوشتن نداره، مخصوصا تو رشته های ادبیات انگلیسی اینجوری هست، استاد راهنما یا مشاور اقدام میکنه در بخشی از پایان قسمت های پایان نامه که مهم هست مثل چکیده و نتیجه گیری به جای دانشجو می نویسه، یعنی هرچه به دانشجو توصیه میکنه این قواعد رو رعایت بکن، چکیده رو اینجوری بنویس، میبینه که جواب نمیده و دانشجو توان رو نداره، دست آخر کلافه میشه و خودش میاد شروع میکنه یه چکیده کامل به جای دانشجو در پایان نامه دانشجو می نویسه، یا نتیجه گیری رو خودش تغییر میده و اون چیزایی که هی به دانشجو گفته آقا اینا رو در نتیجه گیری بیار، ولی دیده که نه دانشجو نمیتونه، عاجز هست. چون خودش استاد راهنما هست، وجهه علمی خودش هم در میان هست، گاهی اوقات دخالت میکنن به این شکل و به جای دانشجو در چکیده یا نتیجه گیری دست به قلم میشن. خب این صحیح نیست. اینجا شما دارید یه کاری میکنید که به اسم دانشجو زده میشه، شما سرقت علمی نمی کنید ولی کمک میکنید به سرقت علمی دانشجو، چون استاد داور که میاد این پایان نامه رو به چکیده و نتیجه گیری رو میخونه، تصور بر اینه که خود دانشجو این رو نوشته، در صورتی که خب این کار مثلا استاد راهنما بوده این چند سطر. لذا این میشه کمک کردن به سرقت علمی از نوع تکست پلیجریزم. این توصیه میشه که این کار هرگز صورت نگیره. نوع دوم از سرقت علمی ایده هست. ایده ها گاهی اوقات در پژوهش ها خیلی مهم هستن. ایده ناب همیشه میشه گفت 40-50% موفقیت یک پژوهشه. یک ایده نابی که پیش زمینه نداشته و میتونه انقلابی باشه، اگه شخص داشته باشه با یک پژوهش متوسط میتونه یک نتیجه خوبی در مقام داشته باشه. مثل مثالی که میزنم، اگه فیلمنامه خوب باشه، کارگردان متوسط باشه، نتیجه کار خوب میشه. اینجا هم اگر ایده خوبی داشته باشیم تحقیق ما میتونه ناب بشه، اهمیت و ارزش بالایی داشته باشه. اینجا میگن که اگر شما در پژوهش و تحقیقتون ایده ای رو از کسی استفاده میکنید، حتما باید ارجاع بدید. اگر ایده تحقیق و پژوهش از خود شما مجری پژوهش نیست، از کس دیگه گرفتید، حتما باید یه جایی اشاره کنید یا من این تحقیق رو بر اساس ایده فلان شخص انجام دادم. این ایده ممکنه در کلاس درس طرح شده باشه، ممکنه در یک گفتگوی دو نفره طرح شده باشه، ممکنه در یک ویدیویی که از شخصی منتشر شده در فضای مجازی داده شده باشه، گرفته شده باشه. خب مثلا هست استادها در کلاس درسشون مثلا میگن این ایده خوبیه برای پایان نامه، این ایده خوبیه برای تحقیق، اگه کسی بیاد این کار رو بکنه ایده بسیار خوبیه. یا بعضیا در قسمت‌های آخر مقالاتشون نتیجه گیری یه پیشنهادهایی میکنن که من این تحقیق رو تا اینجا رسوندم، پیشنهاد میکنم محقق دیگه بیاد ادامه‌شو در این قسمت انجام بده، ایده پیشنهاد میده. در چنین شرایطی اگر محقق ایده دیگران رو گرفته، حتما باید در ابتدای مقاله، در مقدمه‌اش، در پاورقی یه جایی حتما ذکر کنه که آقا این ایده متعلق به من نبود. حالا اینجا در مورد رابطه دانشجو و استاد راهنما یه چند نکته رو باید تذکر بدم. عمدتاً چون ایده های پایان نامه ها توسط استادهای راهنما داده میشه به دانشجو، به دانشجویان عزیز توصیه میشه که حتماً اون ایده‌ای که از یک استاد میگیرن رو با همون استاد به عنوان استاد راهنما کار بکنن. اینطور نباشه که ایده رو از استاد مثلا الف بگیره و ببره با یک استاد دیگه در دانشگاه دیگه یا در همان گروه کار بکنه. این ایده چون متعلق به اون استاد هست و ایشون این ایده رو به شما داده، لذا یک حق و اولویتی داره و شما بهتره که پایان نامه رو با ایشون کار کنید. اگر به هر دلیلی ممکن نیست، حتما باید اجازه بگیرید از او که من میخوام ایده شما رو با شخص دیگه کار بکنم. این نکته مهمیه که گاهن دیده میشه که دانشجویان از سر بی اطلاعی رعایت نمی کنن.
نکته مهمی دیگه که هم به اساتید و هم دانشجوان تذکر داده میشه اینه که در پایان نامه مشخص بکنن در قسمت مقدمه که ایده پرداز اصلی این تحقیق کی بوده، چون گاهی اوقات در رشته های مختلف مثلا پایان نامه ممکنه نتایج بسیار شگفت‌آوری داشته باشه، تبدیل به یک مصنوع تجاری بشه، تجاری سازی بشه، و موقعی که اینجور آثار ارزشمندی پیدا میکنه نزاع پیش میاد، دعوا پیش میاد که این پایان نامه ایده اصلیش رو من استاد راهنما دادم، یا دانشجو میگه نه خیر ایشون فقط راهنمایی من رو پذیرفت، ایده مال من بود. برای اینکه این نزاعها و اختلافات پیش نیاد توصیه میشه که دانشجو و استاد راهنما در مقدمه پایان نامه‌شون حتما اشاره بکنن که این ایده پرداز این پژوهش کی بوده. اگه استاد راهنما بوده بنویسن استاد راهنما، دانشجو تو مقدمه بنویسه که این پایان نامه رو با ایده اصلی استاد راهنما استفاده کردم. اگر متعلق به استاد مشاور بوده بگه که ایده اصلی از ایشون بوده. اگر ایده مال دانشجو بوده و استاد راهنما فقط راهنمایی ایشون رو پذیرفته، خود دانشجو اصرار بکنه و در مقدمه رساله خودش بیاره که آقا این ایده اصلی متعلق به خودم بود، خودم به ذهنم رسید و با استاد راهنما در میان گذاشتم، ایشون هم راهنمایی منو پذیرفت. به این شکل یه جورایی پیشگیری میشه از این نزاهایی که ممکنه بعداً رخ بده بر سر اینکه ایده پرداز اصلی رساله کی بود. حالت سوم سرقت علمی، نوع سومش سرقت روش علمی هست. گاهی اوقات ما از روش علمی که یک پژوهش یک تحقیق استفاده کرده میایم کپی برداری میکنیم، از ایده محتوای او هیچ استفاده ای نمی کنیم، ولی اینها در اون پژوهش خودشون یک روش ابداعی داشتن، ما میایم اون روش رو در یک موضوع دیگه، مسئله دیگه استفاده می کنیم. در اینجا چون از روش اونها استفاده شده، اینجا هم حتما باید ارجاع داده بشه و محققین در پژوهش خودشون بگن که آقا من این موضوع رو بر اساس روش پژوهشی فلان پژوهشگران در فلان پژوهش دارم انجام میدم. ارجاع در روش پژوهشی هم ضرورت داره. نوع دیگه ای که از سرقت علمی هست میتونیم بگیم عنوانش مثلا بارکشی علمی. منظور چیه؟ گاهی اوقات مشاهده میشه در رابطه بین استاد راهنما و دانشجو که استاد راهنما از دانشجوان در جمع‌آوری داده‌ها و قسمت‌های مختلف پژوهش، کارهای تدارکاتی، مقدماتی، کارهایی که اصطلاحاً کارهای یدی گفته میشه استفاده میکنه و در نهایت یک کلان پروژه‌ای که در نظر خودش هست از چندین دانشجو استفاده کرده، در اون کلان پروژه نتایج این تحقیق‌ها و داده‌ها رو استفاده میکنه بدون اینکه اصلا اشاره بکنه که آقا من این پژوهشی که الان منتشر کردم محصول مثلا چندین پایان نامه هست که توسط فلان دانشجوها کار شدن. این هم میتونه یک نوع سرقت علمی باشه که ما محصول کارهای یدی و تدارکاتی و مقدماتی دیگران که اومدن مثلا پژوهش میدانی کرده، از افراد مختلف رفته فرم داده، اطلاعات گرفته، مثلا تو روانشناسی اینها این هستش. خب این خودش زحمت بسیاری داره، شما بیفتی اینور اونور داده جمع کنی. این لذا به عنوانش بخشی از پژوهش در این شخص محسوب میشه و حتما اسمش باید در پژوهش ذکر بشه. ولی متاسفانه گاهن مشاهده میشه که بعضی از اساتید از دانشجوان به این شکل بارکشی میکنن ولی به هیچ وجه اسمی از اونها در پژوهش خودشون ذکر نمیکنن. مورد پنجم سلف‌پلیجریزم هست که توضیح خواهم داد کامل. مورد دیگه نویسنده افتخاری، honorary authorship، این هم یک نوع سرقت علمی هست. این معمولا تو پژوهشکده‌های رخ میده، مرکز تحقیقاتی رخ میده که ذیل اون مدیر پژوهشگاه و عضو ارشد گروه‌های مختلفی مشغول به پژوهش هستن. هسته‌های پژوهشی مختلفی وجود داره و این رئیس پژوهشگاه یک انگاری قانون نوشته‌ای رو در پژوهشگاه خودش جا انداخته که تمامی مقالاتی که از این پژوهشگاه منتشر میشه حتما اسم من باید به عنوان نفر اول ذکر بشه. یا اینکه اشخاص احساس دین میکنن، چه بسا
مدیر پژوهشگاه این اجبار رو نکرده، ولی خود پژوهشگران تو رودروایسی یا به هر ملاحظه دیگه‌ای، خودشیرینی یا چیز دیگه، میان اسم رئیس پژوهشگاه رو در مقالهشون به عنوان نفر اول، در پژوهششون به عنوان نفر اول ذکر میکنن. اینو به عنوان نویسنده افتخاری، یعنی این مدیر پژوهشگاه هیچ تلاشی، هیچ زحمتی در خود این پژوهش به طور خاص نکرده. حالا ایشون ممکنه زحمت کشیده باشه در اینکه پژوهشگاه تأسیس کرده، ولی در این موضوع خاص، پژوهش خاص که نقشی نداشته. حالا این اگه شخصی بیاد اسم او رو آگاهانه با اطلاعش یا بدون اطلاع ذکر بکنه، این نویسنده نوعی از سرقت علمی محسوب میشه. نوع دیگه از سرقت علمی نویسنده مهمان هست، guest authorship، یعنی اینکه چند نفر یه تحقیق رو انجام میدن، بعد میان شخص، یک شخصی رو که نامش مشهور هست در اون رشته، نام ایشون رو بالای پژوهش خودشون ذکر میکنن، چه بسا با اطلاعش، یعنی حتما با اطلاعشه. صرفا برای چی؟ برای اینکه این مقاله ارزش علمی بیشتری پیدا کنه، چون این شخص رو میدونن که در این رشته نفر اول هست و هر نشریه‌ای ببینن که ایشون مقاله فرستاده، نفر اول یا یکی از نویسندگان ایشون هست، رد نمیکنن مقاله رو. لذا این نویسندگان با این قصد که مقالهشون منتشر بشه، میان نام یک نفر رو با اطلاع او در مقاله ذکر میکنن. خب این شخص چون هیچ زحمتی در این پژوهش نکشیده، این دچار سرقت علمی میشه و به خود نسبت دادن آثار دیگران هست. یه حالت دیگه نویسنده اجباری هست که برعکسشه، coercive authorship، یعنی اینکه بدون اطلاع شخصی نام او رو در مقاله ای درج میکنن و منتشر میکنن بدون اطلاعش، یعنی شخص اصلا خودش روش خبر نداره، چند نفر آمدن اسمش رو به عنوان یکی از نویسندگان در مقاله ذکر کردن، فرستادن برای نشریه و اون نشریه هم چه بسا دیده ایشون آدم معروفی هست، مقاله رو منتشر کرده. اینم یک نوع دیگه از سرقت علمی هست. حالا اینجا میخواستم اشاره کنم به این که وقتی یک پژوهشی به طور مشترک صورت میگیره، اسم چه کسایی باید ذکر بشه و ترتیب نویسندگان باید به چه صورتی باشه. به طور کلی گفته میشه که کسی که یکی از این چهارتا نقش رو نداشته در پژوهش، ذکر نامش به عنوان نویسنده جایز نیست. کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی میگه که هر مؤلفی که نامش بر بالای اثری ذکر می‌گردد، باید حداقل یکی از کارهای زیل رو انجام داده باشد. یک، مشارکت در مطالعه و بررسی، یعنی مشارکت کرده در تحقیق، مطالعه، بررسی، جمع‌آوری داده‌ها، طراحی، جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها، تفسیر، محاسبه و اینجور کارها. دو، مشارکت در نگارش اولیه یا اصلاح نوشته. شخص وظیفه‌ش این بوده که بعد از اینکه گروه اول داده‌ها رو جمع‌آوری کردن، ایشون اومده نگارش اولیه کرده، یا نه اومده نگارش ثانویه، اصلاحیه‌ها رو انجام داده. سوم، تأیید نسخه نهایی نوشته شده برای انتشار. یک شخص دیگه میاد این وظیفه رو بر عهده می‌گیره که نسخه نهایی که میخوان برای انتشار بفرستن رو مطالعه دقیق میکنه، محاسبات رو دوباره چک میکنه. خب این شخص معمولاً کسیه که از نظر علمی بالاتر هست، تجربه کاری بیشتری داره، اشراف علمی بالاتری در پژوهش داره، اومده بعد میگه بله الان دیگه درست هست، اصلاحاتی که لازم باشه رو انجام میده و بعد تایید نهایی میکنه، مقاله رو برای انتشار میفرستن. اینم میتونه یک نقشی باشه که یک استاد این نقش رو اگر ایفا بکنه، میتونه اسمش به عنوان یکی از مؤلفین ذکر بشه. و چهارم، مسئولیت و ضمانت درستی و تمامیت جهات مختلف پژوهش. یک شخص میاد مسئولیت این که این تحقیق درست هست، به روش درست استفاده شده، داده های جمع‌آوری شده، داده های درستی بوده، اشکالی در داده ها، اطلاعات، محاسبه ها نیست، این مسئولیت رو بر عهده میگیره و میگه آقا من تایید میکنم که این تحقیق به درستی انجام شده. اگر مثلا همین در مورد واکسن کرونا ویروس، خب یک استادی در نهایت کاری که متعلق به ده ها نفر بوده رو میاد
ضمانت میکنه، میگه آقا من بر روی این پروژه از اول تا آخر اشراف داشتم، بررسی کردم، من ضمانت میکنم درستی این که این واکسنی که ما اختراع کردیم تمامی مراحلی که لازم هست رو طی کرده. خب اینم میتونه یک نقش بسیار مهم و خطیری باشه، چون اگر بعدن هر اشکالی پیش بیاد یقه کسی رو میگیرن که داره ضمانت درستی و مسئولیت این پژوهش رو بر عهده میگیره. در بند 33 منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم درباره شرایط نویسنده پژوهش اینجوری آمده: شخص نویسنده یا نویسندگان یک پژوهش، میگه کسیه که دست کم مشمول یکی از موارد زیر بشه: یک، سهم قابل توجهی در الف ارائه ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه، ایده پژوهشی توسط ایشون ارائه شده، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل و تفسیر آنها، دو، در نوشتن پیشنویس مقاله و اصل آن یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوایی علمی مقاله شود، سه، مقاله نهایی رو مطالعه و تایید کرده باشه. این سه تا نقش رو اگه کسی داشته باشه میتونه به عنوان یکی از نویسندگان ذکر بشه. حالا ترتیب درج اسامی دانشجوها در پایان نامه، خب بر اساس همین منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم میگن که در یک رساله و پایان نامه اول باید نام دانشجو ذکر بشه، بعد استاد راهنما و بعد استاد مشاور. ذکر هر سه، نام هر سه اینها ضرورت داره. این رو به دانشجوان عزیز توصیه میکنم. مشاهده میشه خیلی اوقات خب انتشار یک مقاله مخصوصا از رساله دکتری الان در اکثر دانشگاه شرطه. دانشجو این مقاله اولش رو اسم خودش، راهنما و مشاور رو ذکر میکنه، بعد فارغ التحصیل میشه، بعد میاد از این رساله دکتری خودش 3-4 مقاله دیگه میخواد منتشر کنه، ولی در این چون دیگه فارغ التحصیل شده، مدرکش هم گرفته، میگه که خب دیگه ضرورت نداره، با خودش فکر میکنه یا آمدانه میگه ضرورت نداره اسم اونها رو من ذکر بکنم، و مقاله رو که متخذ از رساله هست به تنهایی منتشر میکنه به اسم خودش. خب این اشتباه هست، سرقت علمی میشه، چون این مقالات از رساله متخذ هست و در رساله دکتری شما استاد راهنما و مشاور دخالت داشته اند، شما باید اسم آنها رو در تمامی مقالات مستخرج از رسالتون ذکر بکنید. خب بریم سراغ قسمت دوم که علم ربایی با وجود ارجاع به منابع. حالت دیگه، حالت اول این بود که علم ربایی بدون ارجاع به منابع بود، حالت دوم علم ربایی با وجود ارجاع. معروفترین و رایجترین شکل سرقت علمی از این نوع نقل قول نامناسب هست. نقل قول دو حالت داره، مستقیم غیر مستقیم. در نقل قول مستقیم ما عبارات منبع اصلی رو عیناً ذکر میکنیم، ولی یک اشتباهی که اینجا معمولا دانشجوها مرتکب میشن این هست، فکر میکنن اگر من اون پاراگرافی که در اون کتاب یا مقاله هست رو بیارم در این حد تغییر بدم که افعال رو تغییر بدم، یه تغییرات جزئی در اول و انتها بدم، چند تا کلمه رو مثلا اصل رو بکنم باشد، میباشد و اینجور تغییرها، این دیگه شده نقل قول غیر مستقیم، دیگه لازم نیست داخل گیومه قرار بدم یا از دو طرف توچین کنم. این تصور کاملا اشتباهه. نقل قول غیر مستقیم به این میگن که شما بیایید محتوای علمی یک مطلب رو دوباره بازنویسی کنید بر اساس اندیشه و عبارات خودتون، الفاظ خودتون. یعنی شما میایید یک کتاب رو، یه پاراگراف رو میخونید، اون رو میذارید کنار، اون چی که دریافت کردید، ایده اصلی و محتواش رو شروع میکنید با عبارات و کلمات و ساختار جمله بندی جدیدی می‌نویسید. یعنی یک نقل قول غیر مستقیم به اون گفته میشه که وقتی کنار اون منبع اصلی میذارید، از نظر ظاهری عبارات، ساختار، کلمات اصلا شباهت نداشته باشه. فقط شباهت در چیه؟ محتوای علمی هست. محتوا یک چیزه، ولی عبارات نوشته دوم کاملا متفاوت هست. به خود این خیلی هنره که شخص بتونه پارافریز کنه اصطلاحاً عبارات دیگران رو و از خودش ساختار جمله بندی جدیدی اختراع کنه، عبارات جدیدی بیاره و اون محتوا رو با عبارات خودش بنویسه. پس تغییر دادن یک یا چند کلمه باعث نمیشه که اون عبارت
نقل قول غیر مستقیم محسوب بشه. و اینجاست که اکثر دانشجوان چون توانمندی لازم رو برای پارافریز کردن ندارن، مرتکب سرقت علمی از نوع نقل قول نامناسب میشن. یعنی نقل قول کرده، ارجاع هم داده در آخر پاراگراف، ولی عباراتش شباهت بسیار زیادی به منبع اصلی داره. خواننده فکر میکنه این نقل قول غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی عبارات از خود نویسنده هست، محتوا از کس دیگه است، در صورتی که عبارات هم از کس دیگه هست. این میشه علم ربایی از نوع الفاظ و عبارات. یعنی شما دارید الفاظ و عبارات دیگران رو به اسم خودت میزنی، محتوا رو به اسم خودت نمیزنی چون آخرش ارجاع دادی، ولی عبارات و الفاظ او رو به اسم خودت میزنی. چون ببینید در یک مقاله پژوهشی خیلی مهم هست که شخص به قلم خودش بنویسه ولو مطالب دیگران رو، و این توانمندی هست، یک جور مزیت هست. در یک پایان نامه‌ای که پشت سر هم نقل قول مستقیم باشه، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، هی نقل قول مستقیم شده، داور میگه که شما چقدر نقل قول مستقیم استفاده کردید، چرا این کار کردید؟ کار شما، مقاله شما، پایان نامه شما ارزش بالایی جز گردآوری نداره. شما تنها کاری کردی اینه که عبارات دیگران رو گردآوری کردی ذیل یک موضوع و اومده ارائه کردی. این رو اسمشو میذارم تدوین. اسم این تألیف نیست. ارزش تألیف به اینه که شما بیاید یه چیز بیافزایید بر ارزش علمی نوشته‌های قبلی. لذا اگر نقل قول مستقیم زیاد پشت سر هم صورت بگیره، ارزش علمی کار میاد پایین. حالا شخص برای اینکه جلوگیری کنه و وانمود کنه نه من نقل قول مستقیم کم استفاده کردم، این محصول کار خودمه، من گردآوری نکردم، تألیف کردم، برای اینکه اینجوری وانمود کنه، میاد عباراتی که از دیگران گرفته و نقل قول مستقیم هست رو به شکل نقل قول غیر مستقیم جا میزنه، و این میشه یک نوع سرقت علمی که از این نوع هستش. لذا توصیه میشه برای پیشگیری از این نوع سرقت علمی، شما وقتی یک کتابی رو استفاده میکنید، بعد از خوندنش اون کتاب رو ببندید، بذارید کنار و شروع کنید به نوشتن. چون اگر کتاب جلوی روی شما باز باشه و اون رو بخوای روی در پایان‌نامه خودت منتقل کنی، قطعا شبیه متن اصلی میشه. ولی اگه ببندی بذاری کنار، فقط تو چیزی که تو ذهن تو هست محتوا و درک مطلبه. این درک مطلب رو حالا شروع میکنی با عبارات و الفاظ و هنر خودت بازنویسی میکنی، و به این شکل نقل قول غیر مستقیم به صورت صحیح انجام میشه. آقای دکتر، توصیه دیگه که اینجا میشه این هست، وقتی شما عبارات دیگران، مطلب دیگران رو نقل میکنید، در ابتدای پاراگراف حتما ذکر کنید. مثلا کانت میگوید، ابن سینا میگوید، هیوم میگوید، به عقیده هیوم، به عقیده برخی از محققان، برخی چنین معتقدند. از این عبارات شما اگر استفاده کنید، نشون داده میشه خواننده دیگه هیچ شک و شبهه‌ای نداره که این مطلب مال تو نیست، مال دیگرانه و تو داری نقل قول غیر مستقیم میکنی. این هم یک راهکار دیگه هست که مؤلفین باید حتما رعایت بکنن. وقتی عبارات و مطالب رو از دیگران نقل میکنن، در ابتدا بیارن اسمش رو اگر معروفه، و اگر معروف نیست تحت عناوین کلی مثل برخی از محققان و برخی از معاصران و اینجور تعابیر استفاده بکنن تا نشون بدن که آقا این مطلب مال من نیست، این مطلب مال دیگریه و من صرفا دارم نقلش میکنم. آقای دکتر، صدای بله منو ندارید؟ بله بله دارید؟ بله. چند بار گفتم نشیدید. آقای دکتر، فقط تایم ما یه جوریه که ما باید یه تایمی هم به بینندگانمون بدیم از شما سوالاتی رو بپرسن. اگر میشه مثلا تا ساعت 6 و نیم ما وقت داریم، ما 20 دقیقه به بینندگانمون وقت بدیم، ممنون میشم. ببخشید چون یکم قطع وصل میشه، اگه بفرمایید من چند دقیقه وقت دارم که تنظیم کنم. 6 و نیم جلسه سخنرانیمون هست، 20 دقیقه تو این تایم بعد به بینندگان وقت بدیم، یعنی شما تا 6 و 10 دقیقه اگر لطف کنید. 10 دقیقه، چشم، سپاسگزارم. خواهش میکنم. یک نوع دیگه از علم ربایی با وجود ارجاع اینه که ذکر گزینشی منابع گفته میشه. یعنی شخص میاد از یک مقاله استفاده میکنه، مثلا 10 پاراگراف، 5 صفحه، ولی برای اینکه توسط داورها
ایراد گرفته نشه که تو چرا مثلا 5 صفحه پشت سر هم از یک منبع استفاده کردی، چرا پشت سر هم ارجاع دادی همان، چون اینم ارزش کار رو تعلیفی رو میاره پایین. برای اینکه همچین چیزی ایرادی بهش گرفته نشه، میاد به طور گزینشی تو این 5 صفحه یه بار مثلا در پاراگراف اول صفحه اول منبع رو ذکر میکنه، یه بار در صفحه سوم، یه بارم در صفحه پنجم، و به این شکل خواننده فکر میکنه که در این 5 صفحه فقط 3 تا پاراگراف از اون منبع استفاده شده، ولی واقعیت اینه که کل 5 صفحه از منبع دیگران استفاده شده. اینم یک نوع دیگه از سرقت علمیه که گفته میشه ذکر گزینشی منابع. ارجادهی صحیح چیه؟ که شما در انتهای هر پاراگراف به منبع استفاده شده ارجاع بدید، نه اینکه ارجاع رو نگر بدارید فقط در آخر صفحه. بعضی از دانشجوها میگن خب من نگر داشتم آخر صفحه ارجاع بدم، نه این غلطه. شما اگر پاراگراف رو عوض میکنید انتهای پاراگراف باید ارجاع بدید، ولو اینکه همون منبع قبلی هست و استفاده شده، ولو اینکه هی استفاده کنید همان پیشین اشکال نداره. بذارید در جلسه دفاع به شما ایراد بگیرن که کار شما زیاد تعلیفی نیست و شما از یک منبع زیاد استفاده کردید، بذارید این ایراد رو به شما بگیرن، ولی ایراد سرقت علمی رو به شما نگیرن. نوع دیگه از علم ربایی از منابع دست دوم هست. این هم اون افرادیه که یکم باهوشند و زرنگن، میان یک مقاله رو همراه با منابع اصلی خودش در مقاله و پایان‌نامه خودش استفاده میکنه. مثلا شخص ایکس در مقاله خودش رفته آثار ابن سینا، ملا صدرا، هیوم، کانت اینا رو دیده، به منابع درجه یک و کتاب‌های خود این فیلسوفان بزرگ ارجاع داده. خب این خودش ارزش علمی مقاله رو میبره بالا، نشون میده که پژوهش اصیله، به منابع دست اول استفاده شده. حالا این دانشجو یا این استاد خودش این حوصله و توان رو نداره که بره کتاب‌های انگلیسی، عربی، لاتین و زبان‌های دیگر اصلی رو بخونه، میاد یک مؤلفی که این کار رو کرده، این زحمت رو کشیده در کتاب یا مقاله خودش، میاد مطالب او رو همراه با اون منابع دست اولش تو رساله یا مقاله خودش ذکر می‌کنه. حالا یا به اون منبع اصلی اصلا ارجاع نمیده، یا اینکه فقط یک بار یا دو بار ارجاع میده که مثلا حق اونم ضایع نشده باشه. ولی خب این هم یک نوع دیگه از سرقت علمیه که علم ربایی از منابع دست دوم نامیده میشه. سلف پلیجریزم هم چند دقیقه توضیح بدم، شکل دیگه ای از سرقت علمی هست که خود علم ربایی یا سرقت علمی از خود. عبارت یک مقدار غلط انداز است، چون معنا نداره انسان از خودش دزدی بکنه. منظور از سلف پلیجریزم چی هست؟ انتشار مجدد آثار منتشر شده پیشین خود بدون ارجاع مناسب. اینا میگن سلف پلیجریزم. یعنی مؤلف، نویسنده قبلا یک کتاب یا چند تا مقاله منتشر کرده، تمام شده، الان میخواد یک مقاله یا کتاب دیگه جدیدی رو منتشر بکنه، میاد از اون کتابها و مقالات و آثار منتشر شده پیشین خودش به شیوه نادرست استفاده میکنه. یعنی مثلا اون مقاله‌ای که قبلا چاپ شده در نشریه فلان کلن کمپلت میاره در کتاب جدیدش، بدون اینکه بگه، اشاره بکنه یه جایی آقا من این مقاله رو قبلا منتشر کرده بودم. لذا به اساتید توصیه میشه اگر از مقالات منتشر شده قبلی خودتون در کتاب جدیدتون میخواید استفاده کنید، حتما در پاورقی یا مقدمه اشاره بکنید من این کتاب رو و فلان صفحات رو قبلا جایی منتشر کردم به این شکل، حتما این ذکر بشه. گاهی اوقات شخص کل یک اثرش رو دوباره منتشر میکنه، این مثلا مشاهده شده. موردش اینه، مثلا شخص در یک کنفرانسی مقاله کامل خودش رو منتشر کرده یک بار و میاد این مقاله منتشر شده در کنفرانس رو دوباره میفرسته به یک نشریه پژوهشی تا در اونجا منتشر بشه، این سلف پلیجریزم محسوب میشه. این هم صحیح نیست، چون نشریات همشون اصرار دارن که مقاله‌ای که برای ما میفرستید نباید قبلا منتشر شده باشه. در نتیجه این توصیه هم میشه که همکاران به این توجه داشته باشن، مقاله‌ای که در یک کنفرانس منتشر شد اگه میخواهید به نشریه بفرستید، حتما به سردبیرش اطلاع بدید، در پاورقی بنویسید که آقا این مقاله رو من قبلا در کنفرانس منتشر کردم. البته اگر مجموع مقالات اون کنفرانس منتشر نشه به هر دلیلی، خب این دیگه اثر منتشر شده محسوب نمیشه، ایشون فقط رفته سخنرانی ارائه کرده، این رو به عنوان یک مقاله جدید بنویسه هیچ اشکالی نداره.
بحث ما اونجاست که قبلا در مجموعه مقالات همایش این منتشر شده باشه. و بحث دیگه ای که خیلی پرسیده میشه این انتشار مجدد مقاله و اثر خود به زبان دیگر هست. یعنی من یک مقاله فارسی نوشتم، منتشر کردم در نشریات ایرانی و الان دوست دارم که این رو به زبان انگلیسی در یک نشریه انگلیسی منتشر کنم. آیا این جایزه یا نه؟ میگن اشکالی نداره به شرط اینکه شما به سردبیر نشریه دوم اطلاع بدید که این قبلا به زبان فارسی منتشر شده و همچنین در پاورقی ذکر بکنید آدرس دقیق مقالتون رو که قبلا به زبان فارسی منتشر شده. اگه این دوتا کار رو بکنید و اون سردبیر بپذیره از شما که مقاله شما رو به زبان دوم منتشر کنه، این به هیچ وجه اشکال نداره، کاملا درسته. ولی اگر این کار رو نکنید، یه جورایی فریب سردبیر و فریب دادن مخاطبان ممکنه محسوب بشه و این رو جز مصادیق سلف پلیجریزم ذکر کردن. ولی اگر ارجاع داده بشه، خب دیگه هیچ اشکالی نداره و سرقت از خود محسوب نمیشه. و یک نوع دیگه که از انواع سلف پلیجریزم هست، پژوهش تکه شده میگن، سلامی پابلیکیشن. به اون گفته میشه که یک شخصی یک پژوهشی رو انجام میده، تمام نتایج این پژوهش رو میتونه در مقاله یک جا منتشر بکنه. این امکان هست تمام نتایج پژوهش رو در یک مقاله منتشر بکنه، ولی این کار رو نمیکنه چون میخواد مقالات زیادی از منتشر بشه، امتیاز پژوهشی بگیره، گرانت بگیره و این جور چیزها. میاد این پژوهش رو، نتایجش رو تکه میکنه به دو یا سه تا مقاله و به شکل دو یا سه مقاله مجزا منتشر میکنه. این رو میگن پژوهش تکه شده. این هم سلف پلیجریزم محسوب میشه. اگر ما میتونیم نتایج یک پژوهش رو در یک مقاله منتشر کنیم، باید همین کار رو بکنیم. نمونه، مثلا مثال بزنم دوستان روشن‌تر بشن. مثلا ما می‌خوایم تأثیر فلان داروی گیاهی یا دارویی که خودمون اختراع کردیم رو بر بیماران مثلا قلبی آزمایش کنیم. میایم 500 تا بیمار در یک بیمارستانی، مثلا بیمارستان شهید رجایی، آزمایش می‌کنیم. 500 تا کیس دیگه در بیمارستان امام خمینی آزمایش میکنیم. 1000 تا کیس داریم. نتایج این 1000 تا کیس نشون میده که این دارو به این شکل تأثیر داره. نتایج این پژوهش یک جا میتونه در یک مقاله منتشر بشه، ولی این شخص میاد اینجوری به دو تا مقاله تبدیل میکنه. میگه تأثیر داروی ایکس بر بیماران مثلا بیمارستان شهید رجایی، 500 تا بیمار، 500 تا داده جمع کرده و این رو یه بار منتشر میکنه. یک بار دیگه هم میاد یه مقاله دیگه، تأثیر همون دارو بر بیماران مثلا امام خمینی، بیمارستان امام خمینی، و اون رو هم دوباره به شکل دیگه چاپ میکنه. در صورتی که نتایج پژوهش عیناً مثل همه، هیچ به اصطلاح تأثیری نداشته که من 500 مورد با 500 تا مورد دیگه اصلا تفاوت نداشته و نتایج تحقیق یکسان بوده. این هم جزء سلف پلیجریزم و انتشار مجدد اثر محسوب میشه. لذا در کل برای اینکه پیشگیری کنیم از سلف پلیجریزم، توصیه میشه که شما مقالات خودتون رو، ولو متعلق به خودتون هست، به عنوان یک مقاله غریبه از شخص غریبه لحاظ بکنید. شما با یک مقاله غریبه چجوری رفتار میکنید؟ اگر میخواید عین عبارات رو بیارید، نقل قول مستقیم هست. اگر میخواید نقل قول غیر مستقیم کنید، باید پارافریز کنید. شما به مقاله خودت به چشم یک مقاله غریبه نگاه بکن و شیوه درست ارجادهی رو به همون شیوه رعایت بکن. این مشکلی نخواهد داشت. این هم مطلب آخر در مورد سلف پلیجریزم. در خدمت شما و همکاران عزیز حضار محترم هستم. سپاسگزارم از آقای دکتر ادرک عزیز، بسیار استفاده کردیم. امیدوارم صدای منو خوب داشته باشین آقای دکتر. خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر، منتظریم که بچه‌ها اگر سوالی دارن، بینندگان عزیز، سوالاشون رو بپرسن. ولی در حین اینکه شما صحبت می‌کردین، من یک سوالی برای خودم پیش اومد. بحث سرقت علمی یا ربایی که می‌فرمایین خیلی گسترده شده تو کشور ما متاسفانه، به ویژه در حوزه مقاله نویسی و اینها
ما با واسطه های متعددی برای نوشتن مقاله و اینها روبرو هستیم، ولی یکی از جدیدترین سیستم ها اون بحث نویسنده افتخاری بود که فرمودین. اصلا کلن مالکیت ایده گاهی به چالش طلبیده میشه. بحث مثلا یک نفر میاد یک پژوهشگاهی رو تأسیس میکنه، عده‌ای خب کارمند اون پژوهشگاه هستن. متاسفانه به خیلی موارد رو به من گزارش کرد و حتی خودم دیدم که اون فردی که داره حقوق میده به افراد که یک کار پژوهشی رو انجام بدن، اونها رو وادار میکنه که کار پژوهشی به اسم ایشون باشه، یعنی ایشون هم نویسنده اول و هم نویسنده مسئول باشه و اگر لطف کنن بقیه نویسنده همکار و گاه لطف این لطف هم نمیکنن. این که یک هزینه‌ای پرداخت کنید شما رو مالک یک ایده علمی میکنه و این نمیتونه یک مصداق خیلی عالی از همین پلجریسم و سرقت علمی باشه. چرا، قطعا همینطور هست و مواردی داشتیم، ایرادهایی که به بعضی از وزرا گرفتن که چطور ممکنه مثلا فلان وزیر هم وزیر باشه و هم در سال مثلا 250 تا 300 تا مقاله منتشر کنه. خب این مشخصه که خودش به این شکله، یعنی چون وزیره، چون رئیس یک دانشگاه هست، پژوهشگاه هست، وادار کرده دیگران رو که حتما اسم او رو به عنوان نفر اول ذکر بکنن و این کاملا سرقت علمیه. این که ایشون به اونها حقوق میده یا اینکه یک نفر ساپورت مالی میکنه یک پژوهش رو، یعنی یک نفر اومده گفته آقا شما این پژوهش انجام بدید، هزینه هاشو من تقبل میکنم، این به عنوان یک نویسنده نمیتونه در پژوهش ذکر بشه. حالا شما فوقش میتونید در مقدمه از ایشون تشکر بکنید که ساپورت مالی کرده، ذکر بکنید که حقوق ایشون هم رعایت بشه، بگید آقا بله ایشون به عنوان حامی مالی این پژوهش بوده و تمام هزینه ها رو ایشون کرده. و البته خب اگر در ابتدا قراردادی بسته باشه و ایشون گفته باشه که آقا شما حق ندارید چون من دارم هزینه های پژوهش رو میدم بدون اجازه من منتشر کنید، اینم حقی برای او ایجاد میکنه، ولی این حق رو ایجاد نمیکنه که بیاد به عنوان نفر اول، دوم یا یکی از نویسندگان و محققان پژوهش قرار بگیره. این به خود نسبت دادن آثار دیگران دیگه، یعنی دیگران رفتن کار کردن، زحمت کشیدن، یک چیز رو اختراع کردن، حالا من بیام بگم که به من، منو به عنوان نفر اول ذکر بکنید، این مصداق بارز سرقت علمی هست. درسته. یکی از من پرسیده بود که آیا اگر از یک مقاله ما نمونه بگیریم، خیلی ها رو من دیدم مثلا به ما میگن من این نمونه رو از یک مقاله خارجی گرفتم، خب آیا این مصداق پلاجریسم هست، سرقت علمی هست یا نه؟ ببینید این باید بررسی بشه که چجوری از اون مقاله خارجی در چه حد استفاده کرده. گاهی اوقات مثلا در علوم انسانی یک مقاله رو بیس قرار میدن به این معنا که از نظر محتوایی استفاده زیادی از اون مقاله کردن. خب از اینجا که چون استفاده محتوایی شده حتما باید ذکر بشه. گاهی اوقات استفاده محتوایی به این معنا که از داده ها و مطالب استفاده کنن نیست، بلکه از ساختار پژوهش. یعنی پژوهش ساختار منطقی خیلی عالی داره، این که مثلا مقدمه اینه، قسمت اول 1 2 3 4 اینا یه نظم منطقی خیلی خوبی داره، یک کتاب یک ساختار خیلی خوبی داره، اومده ساختار این کتاب رو الگو برداری کرده برای کتاب خودش، برای پژوهش خودش. اینجا هم حتما باید ارجاع بده در مقدمه بگه که آقا من از الگوی اون کتاب استفاده کردم در کتاب خودم. و به طور کلی توصیه میشه هر گونه استفاده ای از منابع دیگران میکنید، اگه شک کردید که من ارجاع بدم یا ندم، اصل بر اینه که حتما ارجاع بدید. یعنی اگر پیش خودت میگی لازم ارجاع بدم یا نه، حالتش شک و دودلی هست، بنا رو بذار بر ارجاع دادن. اگه این کار رو بکنی هیچ مشکلی بعدن پیش نمیاد، ولی اگر ارجاع ندی، کارت منتشر بشه و بعد بفهمی که نه باید ارجاع میدادم، دیگه جبران پذیر نیست، کار دیگه منتشر شده و شما متهم به سرقت علمی میشید. لذا این اگر به هر صورتی از مقالات دیگران، آثار دیگران در هر قسمتی استفاده میکنیم، هیچ اشکالی نداره تو مقدمهش، تو پاورقی یه جایی بنویسیم، خواننده بفهمه، حق اونم ادا میشه،
و چیزی از شما کم نمیشه، چون چه بسا این ارجاعات و این حساسیت ها تحسین مخاطب رو هم بر بیانگیزه که ایشون چقدر دقیق هست و نسبت حقوق دیگران. مثلا من در بعضی از کتاب ها دیدم که مثلا استادی که نفر خیلی شاخص هست در اون رشته، آورقی کتابش نوشته که من تشکر میکنم از فلان دانشجوی دکتریم یا فلان کلاسی که در فلان دوره داشتم به طور کلی، که این بحث رو اونجا مطرح کردم و دانشجوها کامنت های خیلی خوبی گذاشتن، من از اونها تشکر میکنم. ببینید یک استاد یک کتابی رو مخاط منتشر کنه، قبلش در کلاس های خودش، کلاس های دکتری خودش، چه بسا بیاد اون رو طرح بکنه تا به اشتراک بذاره، نظرات رو بگیره. و این استاد در این حد حساس بوده که کامنت هایی که دانشجوان براش گذاشتن رو هم وقتی در کتابش آورده ارجاع داده و از ذکر دانشجو نامش رو به شخص یا به طور کلی ذکر کرد. البته این سوالشون خیلی مرتبط با صحبت ما نیست، ولی گفتن در باب اینکه آیا مقالات ISC کنفرانس بین المللی برای دانشجویان دکتری معتبر در دفاع یا نه. اینو بعد از دانشگاه حالا تا جایی که من میدونم مقالاتی که در همایشا منتشر میشه معتبر هست، ولی باید این رو بررسی بکنن که حتما یک مقاله پژوهشی، چون بعضی از دانشگاه ها شرطشونه که مقاله پژوهشی منتشر کنن در یک نشریه پژوهشی، نه در کنفرانس. کنفرانس هم امتیاز داره، مثلا بعضی دانشگاه 25% نیم نمره امتیاز میدن، ولی بعضی از دانشگاه ها میگن شرط اصلی حتما اینه که در نشریه پژوهشی منتشر شده باشه. بله بله، بیشتر دانشگاه آقای دکتر هم میگن پژوهشی باشه. حتی این بحث تغییر سیستم مقالات که حالا مجلات به مجلات علمی تعبیر میشن و رتبه میگیرن، هنوز برای خیلی از دانشگاه جا نیفتاده و میگن حتما مقاله در مجله علمی پژوهشی باشه. اما یکی دیگه از بینندگان عزیزمون سوال کردن این که دانشجو مقاله‌ای بنویسه و اسم استاد راهنما رو به عنوان نویسنده مسئول ذکر کنه، آیا مصداق پلیجریسم نیست؟ یعنی میگن من مقاله رو نوشتم ولی نویسنده مسئول استاد راهنماست، چرا؟ آیا مصداق پلیجریسم نمیتونه باشه؟ ببینید دو تا مطلب رو باید اصلا تفکیک کرد. یکی اینه که پایان نام نویسنده اصلیش دانشجو هست و خب نفر اولم دانشجو هست و راهنما مشاورم بعدن میاد. اگر یک مقاله از یک پایان نامه استخراج بشه، نویسنده اصلی مقاله خود دانشجو هست، کارهای مقاله رو خود دانشجو میکنه، استاد راهنما در چه حد در این مقاله مشارکت میکنه؟ در این حد که مقاله رو میخونه و تایید میکنه. اینجا خب ترتیب منطقی و درست اینه، چون زحمت بیشتر رو دانشجو کشیده، باید نام دانشجو اول بیاد، استاد دوم و مشاور هم سوم، اسم هر سه باید بیاد. اینو تذکر میدم، از نظر قانون وزارت علوم منشور اخلاق پژوهش اسم استاد مشاور هم باید بیاد حتما در تمامی مقالات مستخرج از تز، همشون. اگر 5 تا مقاله از تزتون استخراج کردید، در همش باید به همین شکل ترتیب بیاد. ولی گاهی اوقات این ترتیب میتونه تغییر بکنه. این ولی مسئله اخلاقیه. کی؟ وقتی دانشجو از پایان نامه خودش مقاله رو استخراج میکنه ولی به عنوان یک مقاله حالت خوبی نداره، یعنی این که حرفه‌ای نیست مقاله، استاد راهنما مجبور میشه کل ساختار مقاله رو به هم میریزه، میبینه قلم دانشجو خوب نیست، به خودش شروع میکنه قلم میزنه، مینویسه مطالب رو. اینجا چون این مقاله استاد راهنما نقش بیشتری داشته، یعنی این مقاله رو اگه دانشجو میخواست به همین شکل اولیه بفرسته به یک نشریه‌ای، چه بسا نشریه و داورها رد میکردن. به چه دلیل؟ میگفتن آقا قلم شما قلم خوبی نداره، مثلا ترجمه زده هست، عباراتی که از منابع انگلیسی گرفتید خیلی ترجمه زده هست، حالت فارسی نداره، نظم منطقی توش نیست، مقدمه خوب نگارش نشده، نتیجه گیری خوب نیست، تحلیل نداره. این مقاله رو به شکل اولیه اگه دانشجو تنها میفرستاد حتما رد میشد، ولی استاد راهنما میاد اینجا نقش مهمتری ایفا میکنه، شروع میکنه مقاله نوشتن.
یعنی قلم اصلی مقاله از استاد راهنما است، تحلیل ها و نقد ها از استاد راهنما هست. نقش دانشجو چیه؟ دانشجو فقط اون ماده خام رو، ماده اولیه رو از پایان نامه خودش آمده داده به استاد راهنما. اینجا چون استاد راهنما نقش بیشتری ایفا کرده و قلم هم مال ایشونه، خب ایشون باید اسمش نفر اول بیاد و دانشجو نفر دوم. لذا این قاعده کلی نیست که اگر در هر مقاله‌ای که اسم مستخرج از تز هست ترتیب باید به همین شکل باشه. اگر استاد راهنما نقش یا برعکس مثلا استاد مشاور این کار رو بیاد به عهده بگیره، استاد راهنما وقت نداره، استاد مشاور میاد نقش آفرینی میکنه، کل مقاله رو بازنویسی میکنه، نقد و تحلیل اضافه میکنه و مقاله رو به رتبه یک مقاله پژوهشی ارتقا میده. اگر واقعا استاد مشاور این زحمت ها رو کشیده باشه، حتما باید نام ایشون، از نظر اخلاقی میگم، از نظر اخلاقی باید نام ایشون نفر اول بیاد، دانشجو دوم و راهنما سوم. ولی خب این نکته‌ای هست که بین قانون و اخلاق تفاوت هست. یعنی قانونی که در منشور اخلاق وزارت علوم هست میگه که در تمامی مقالات ترتیب باید این باشه: دانشجو، راهنما، مشاور. این قانونه. ولی من میخوام بگم این قانون بعضی جاها اخلاقی نیست. اگر استاد مشاور در یه حالتی نقش بیشتری بازی کنه در نوشتن مقاله ها، فقط در مقاله و تحلیل ها و نقد ها و دقت ها از ایشون باشه و دانشجو در حد این بوده که داده ها رو به او داده، استاد راهنما هم در این حد بوده که فقط یه بار خونده و تایید کرده، خب اینجا چون نقش اصلی با استاد مشاور بوده نام ایشون باید اول بیاد. از نظر اخلاقی ترتیب بر اساس اهمیت نقش و زحمتی که اشخاص میکشن. هر کی زحمت بیشتری میکشه، نقش مهمتری داره، اون باید نفر اول بیاد و بقیه به ترتیب نفر دوم و سوم بیاد. یکی از دوستان سوال جالب پرسیده، گفته اگر از منبع دست دومی استفاده کنیم و اون منبع پلیجریسم داره، اینم نمیدونه که اون منبع پلیجریسم داره، آیا ما نیست سرقت علمی کردیم؟ اگر چون شما از اون منبع دست دوم استفاده میکنید و شما به شکل صحیح به اون منبع دارید ارجاع میدید، کار شما دیگه مصداق سرقت علمی نیست، چون شما مطالب دیگران رو به شیوه صحیح ارجاع دادید. اگه این کار رو بکنید شما به اصطلاح مبرا هستید. تمامی مسئولیت بر گردن اون نویسنده اول هست که اون سرقت رو انجام داده. خب اگر شما خوب به خودتون در طی پژوهش متوجه بشید این سرقت صورت گرفته، خب حتما به منبع دست اول که منبع اصیل هست ارجاع بدید. ولی اگر نه خودتون متوجه نشدید و بعد از انتشار مقاله و دفاع از پایان نامه این کاشف به عمل اومد، اگر شما روش صحیح ارجادهی رو رعایت کرده باشید، هیچ وقت متهم به سرقت علمی نمیشید. به همین خاطره که روی ارجادهی به شیوه مناسب خیلی تاکید میکنن و اکثر سرقت علمی ها از اینجا ناشی میشه که ارجادهی به شیوه صحیح نیست. یعنی مثلا شما پارافریز بکنید و ارجاع بدید، نقل قول غیر مستقیم پارافریز شده. پارافریز که میکنید مطالب رو دارید با عبارات خودتون مینویسید، پس عبارات متعلق به شماست، سرقتی اینجا نیست. آخرش هم ارجاع دادید، پس در محتوا هم دچار سرقت نشدید، پس شما مبرا هستید. ولی خب اگر این محتوا مال کس دیگه ای بود و اون نفر اول سوء استفاده کرده، مسئولیت مشمول حال اوست. آقای دکتر، کلن خب علم ربایی تو کشور ما یکم افزایش پیدا کرده، البته خیلی از کشورها هستن که این موزل رو باش روبرو هستن، ولی خب تو کشور ما یکم بیشتر شده. آیا نمیتونیم بگیم سیاست هایی مثل سیاست های مدرک گرایی برای ترفیع یا اینکه کمیت گرایی که بیشتر به روش کمی مقالات توجه میکنه تا کیفیشون، میتونه از علل ایجادش باشه یا علل دیگه ای شما متصور هستید برای این مسئله افزایش پلیجریسم تو کشور ما؟ قطعا همینطور هست و خیلی از قوانین سوق میدن، نه اینکه علت تامه باشن، ولی زمینه ساز میشن، سوق میدن که زمینه سرقت علمی فراهم بشه. ببینید وقتی شما شرط دفاع رو انتشار یک مقاله پژوهشی قرار میدید، بعضی از دانشجویان از نظر توان علمی ضعیفن، واقعا ما مشاهده میکنیم توان نوشتن نداره، اهل نوشتن نیست.
خب ایشون خودش نمیتونه یک مقاله پژوهشی با قلم خودش بنویسه منتشر کنه، هرچی مینویسه رد میشه، ناچار چیکار میکنه؟ میاد میده یک کس دیگه ای به جاش بنویسه و دچار ثروت میشه. وقتی شما در دانشگاه برای اینکه یک هیئت علمی رسمی قطعی بشه، آزمایشی بشه، ارتقا پیدا کنه، پایه بگیره، شرط انتشار مقاله قرار میدید. برخی از اعضای هیئت علمی از نظر آموزشی خیلی قوی اند، فن بیانش، رابطش با دانشجو خیلی خوبه، ولی از نظر پژوهشی ضعیفه. یعنی اون تمرکز و اون توانمندی و اون نظم منطقی ذهنی رو برای اینکه یک مقاله پژوهشی ناب منتشر کنه نداره، و شما ایشون رو مجبور میکنید برای حفظ شغلش، برای ارتقا گرفتن، پایه گرفتن، حتما در سال یک مقاله پژوهشی منتشر کنه یا دوتا. خب ایشون چون توان رو نداره، مجبور میشه به از راهکارهای دیگه‌ای برای حفظ معیشتش، حفظ شغلش این کار رو بکنه. خب اگر این قانون ها نبود، معیشت ایشون یا شرط دفاع این چیزها نبود، حداقل این اقسام و این انواع از سرقت علمی ها رخ نمیداد. ولی خب انگیزه های دیگه هم هست، برخی ها برای اینکه دوست دارن به عنوان مثلا در اون رشته به عنوان شخص مطرحی در جامعه شناخته بشن، خب باید آثار متعدد داشته باشید. اگر آثار متعدد داشته باشید، پول دستتون میاد، به شما حق و تعلیف میدن، مشهور میشید، جاهای مختلف دعوت میکنن، مناصب به شما میرسه. گاهی اوقات هم با این انگیزه ها شخص میاد برای مقاله سازی میکنه، کتاب سازی میکنه تا این امتیازات رو بگیره. خب اینا دیگه رفتی به قوانین و اینها نداره. درسته. آقای دکتر در آخر اگر دوستان سوالی نداشته باشن، دوست دارم بدونم که راهکارهایی که شما پیشنهاد میکنید که خب از یا استراتژی هایی که برای دستیابی به افزایش اخلاق پژوهش و کاهش سرقت علمی در نظرتون هست، خیلی خلاصه وار اگر به ما بگین خیلی ممنون میشم. بالا تو اخلاق مثلا کتاب معراج سعاده رو اگر دوستان خونده باشن، ایشون هر مرض اخلاقی که ذکر میکنه، مثلا حسادت، بخل، دروغگویی یا چیز دیگه، میگه هر مرضی دوتا علاج داره، علاج علمی و علاج عملی. علاج علمی مقدم بر علاج عملیه. علاج علمی چیه؟ که شما به این شخص بفهمونی یا خودش بره بررسی کنه و این رو درک بکنه در مقام اول که این کار کار نادرستیه، کار زشتیه، کار قبیحیه. آثار و نتایج منفی این کار رو بهش گوشزد بکنید، بگید آقا این کار رو بکنید ممکنه این عواقب رو داشته باشه، و به خاطر ترس از اون عواقب بد انگیزه پیدا کنه که این کار رو انجام نده، این کار رو قبیح رو. پس قدم اول اینه که شما انگیزه یه ترک سرقت علمی رو در افراد پدید بیارید. یکیش اینه که همین مجازات هایی که ذکر شده رو بگیم. یکیش اینه که آقا آبروی شخص ممکنه از بین بره، بی اعتبار بشه به خاطر کاشف عمل اومدن از یک سرقتش. و اگر اشخاص متوجه این بشن که این کار واقعا عواقب منفی داره و در اصلش هم یک کار قبیحیه دیگه، یعنی با سرقت هیچ فرقی نداره، گاهی اوقات شخص از خانه دیگری چیزی رو میدوزه، گاهی اوقات محصول فکری و آثار علمی او رو میدوزه، حق اوست، او مالکشه و شما دارید ملک دیگری رو میدوزید، در نتیجه این عمل هیچ شکی در قبحش نیست و قبحش انقدر واضح و روشنه که نمیشه کسی بگه من نمیدونستم، نادرسته و قبیحه. اما علاج عملیش هم اینه که شخص بیاد مطالعه کنه، بررسی کنه، انواع سرقت علمی و راه‌های پیشگیری از اون رو بدونه، مثل همین که حداقل در این جور کارگاه‌ها شرکت بکنه و مطلع بشه از این که چه صورت‌هایی داره سرقت علمی و بعضی از مواردش که ناآگاهانه ممکنه رخ بده اونها رو بشناسه، روش صحیح پژوهش رو یاد بگیره، روش صحیح نقل قول، ارجادهی، مقاله نویسی، کتاب نویسی، روش صحیح پژوهش رو اگر یاد بگیره، خب دیگه ناآگاهانه مرتکب سرقت علمی نخواهد شد. بعد از این مرحله، اگه دو مرحله کسی مرتکب بشه، مشخصه که آگاهانه هست، آمدانه هست و اون دیگه علاجی نداره مگر اینکه مجازات بشه و به نتایج رفتار خودش برسه تا اینکه متنبه بشه. یک دنیا سپاس.
یک سوال دیگه هم هست اگر خانم مظفری برای من بیارن. به هر حال خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. سوال آخر هم دیگه من از شما بپرسم، مواقعی که تضاد قانون و اخلاق وجود داره باید چه کار کنیم؟ فرضاً استاد راهنما بیشتر کار یک مقاله را انجام می‌دهد، ولی از نظر ما از نظر قانون باید اسم دانشجو اول باشد. میگن که این تضاد قانون و اخلاق که فرمودید، ما چه کنیم؟ ما چی کار باید بکنیم؟ من خودم ترجیح میدم قانون رو رعایت بکنم، چون که میتونه پیامد قانونی داشته باشه. یعنی اگر این دانشجو بره شکایت بکنه به مراجع قانونی، کمیته هایی که در دانشگاه هست قطعا شما رو مقصر میدونن. لذا توصیه اینه، اگر مقاله زیاد کار داره از خیرش بگذرید، به دانشجو بگید که ببین این اگه من بیام وقت بذارم یه هفته باید وقت بذارم روی این، و آخرش هم باید اسم خودم نفر دوم بشه چون قانون اینو میگه. اگه اینجوریه بهتر همون اولش از خیرش بگذرید. اگه نه، مسئولیت رو میپذیرید، زحمت رو میپذیرید. خب اینجا درسته اخلاقا شما زحمت کشیدید و اخلاقا شما باید نفر اول باشید، ولی خب قانون میگه دانشجو باید نفر اول بشه. اینجا توصیه میشه به دانشجو و نفرات دیگه حداقل در پاورقی مقاله اشاره بکنن که آقا این استاد راهنما بیشترین زحمت رو کشیده و طبق از نظر اخلاقی ایشون نفر اول هست، ولی چون قانون به ما میگه که طبق مصوبه فلان قانون فلان اینو دقیقا ذکر بکنن، چون قانون میگه اسم دانشجو باید اول بیاد، دانشجو اول آمده. ولی مثلا همین دانشجو تو پاورقی بنویسه من از نظر من استاد راهنما نویسنده اول مقاله هست و ایشون زحمتی بیشتری کشیده، توضیح بده مثلا قلم مقاله عمدتاً کار ایشونه، تحلیل ها و نقد ها ایشون کارشو کرده، نقش من در حد داده بوده، ارائه داده ها، جمع آوری داده ها. اگه این توضیحات رو در پاورقی یا در مقدمه یه بخشی از مقاله بیارن، این توضیحات میتونه در بعضی از دانشگاه ها مثمر ثمر باشه. بعضی از دانشگاه ممکنه به خاطر همین توضیح، یعنی هست که شخص بیاد بگه آقا من به عنوان نفر اول امتیاز نفر اول رو نمیخوام، امتیاز نصف بشه بین من و نفر اول، چون اونایی که هیئت علمیان میدونن در مقاله‌ای که دو تا نویسنده داره نفر اول 90% مقاله کامل امتیاز میگیره، نفر دوم 60%. اگه این توضیح در پاورقی بیاد و بگن که آقا نفر اول و دوم اینجا مساوی امتیاز تقسیم بشه و هر دو به طور مساوی نویسنده هستن، خب این میتونه مرجع قانونی بشه و اون استاد راهنما به حق قانون اخلاقیش برسه. مثلا اینم یک راهکاریه که توصیه میشه حداقل این محدودیت قانونی به این شکل شفاف سازی بشه در پاورقی یا مقدمه یا در آخر مقاله تحت عنوان توضیحات، که بیاد که بله هر کس نقشش دقیقاً به چه میزان بوده، نفر اول کیه، دوم کیه، سوم کیه. این رو میتونیم اینجوری جمع بکنیم، هم جنبه اخلاقیش رو و هم قانونیش رو. یک دنیا سپاس آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک میگم، چون این آخرین جلسه ما در انجمن اخلاق بود برای امسال، و انشالله ورودتون به قرن جدید یک ورود خیلی خوب باشه بدون کرونا و با سلامتی برای خودتون و خانوادتون. و ممنون از همه بینندگان عزیزی که توی یک سال با ما بودن، همراهیمون کردن، خیلی ممنونم. انشالله سال خوبی داشته باشین. همچنین تشکر میکنم از کلیه سخنرانانمون در این یک سال که به ما افتخار دادن با حضورشون، محفل ما رو پر رونق کردن، و همچنین از اساتید محترمم در هیئت مدیره انجمن اخلاق و کمیته اجتماعات هم خیلی ممنونم. امیدوارم سال خیلی 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 خوبی داشته باشین، موفق باشین، خدا نگهدار. خیلی ممنون. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از انجمن اخلاق در علوم فناوری و حضار محترم بابت تشریف آوردنشون و برگزاری این جلسه. خیلی ممنون، روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.